بله، اولا اینجا خامنه ای دروغ میگه، چون سال هاست که سران جمهوری اسلامی آشکارا از نابودی اسرائیل صحبت میکنن، حتی سران سپاه پاسداران مثل سلامی و غیره غیره میگن یهودیان و اسرائیل رو اسرائیلیا رو بعد به دریا انداخت. و اینم بعد گفت که این تهدیدها نمیشه فقط ما یک شعارای سیاسی حساب بیاریم، چون خلاصه یک تهدیدای برای نابودی اسرائیل، و وقتی جمهوری اسلامی دست به ساختن بمب اتم میکنه، خب این خودش برای اسرائیل خیلی معنای خیلی تهدیدآمیزی داره. شما مثلا اگر یه همسایه دارید که هر روز صبح میگه من تو رو میکشم، من تو رو نابود میکنم، من تو رو میکشم، وقتی شما میشنوید این همسایه میره و میخواد بره اسلحه بخره، خب مثلا شما همه کارو میکنید برای جلوگیری از اون، و دیگر این تهدیدای تو رو میکشم که شعار سیاسی براش نیست وقتی میشنوید طرف داره میره اسلحه میخره. اینم دقیقاً همینه. اینجا خامنه ای دروغ میگه و من فکر نکنم که نظرش درباره اسرائیل از این باره عوض شده. این یک بازیه، شاید به خاطر اینکه بخواد بعداً بیشتر برای غنی‌سازی اورانیوم و برای نزدیک شدن به بمب اتم بیشتر فعالیت کنه، ولی میخواد خودش رو مقدار اینجا جور دیگه نشون بده. ولی اگر صحبت از همه پرسیه، ما مسئله نیست، ما اتفاقا دوست داریم که اسرائیل بیاد و کرانه غربی و یهودا و شمرون و نوار غزه بعد قسمتی از اسرائیل بزرگ بکنه، و بعد یه همه پرسی خوبی بکنیم و اول ببینیم آیا واقعا تعداد فلسطینی‌ها اونجوری که گفته میشه همین تعداده، واقعا 2 میلیون فلسطینی برن، 1 میلیون یا 800,000 نفر در کرانه غربی هستن و 1,200,000 نفر در نوار غزه. ببین واقعا اول یه آماری از شمارش فلسطینی‌ها بکنیم بگیریم، چون فلسطینی‌ها اکثرا حتی مرده‌هاشون هم میشمارن و حتی کسایی که خیلی وقتی که سرزمین رو ترک کردن هم حساب میگارن. به دولی آمار بگیریم شمارش دقیق فلسطینی‌ها، باید همه رو بکنیم یک کشور بزرگ از بحر تا نهر، و اون موقع بیاییم واقعا یه همه پرسی بکنیم و ببینیم واقعا آیا این دولت باید این دولت اسرائیلی باشه یا دولت دیگه. اون موقع ببینیم، تصمیم بگیریم کی در اسرائیل بمونه کی نمونه. و همچنین اگه واقعا اینقدر همه پرسی برای آقای خامنه‌ای مهمه، پس بیایید همه پرسی در خود ایران بکنیم، ببینیم واقعا چند درصد مردم ایران طرفدار رژیم هستن، رژیم اسلامی هستن، و چند درصد نه.